سلام و درود بر شما بینندگان ارجمند شبکه جهانی اندیشه در هر نقطه این کره خاکی که قادر به دریافت تصویر و صدای این شبکه جهانی هستید. فرامرز فروزنده هستم و به اتفاق دو تن از همکارانم سارا آراکلیان و عماد برنامه این ساعت هم صدایی رو خدمت شما تقدیم میکنم. امروز با یک خانم نسبتاً سالمندی در لس آنجلس تلفنی صحبت میکرد، یک هموطن ما که همسر او یک شخصیت بزرگ صنعتی در ایران بوده، خدمات بسیار زیادی کرده، اما در آستانه در شروع انقلاب در مقابل همه خدماتی که کرد او رو به زندان انداختند، شکنجه کردند و اعدامش کردند. هیچ جرمی هم مرتکب نشده بود، هیچ عمل خلافی هم نکرده بود. همسرش رو هم گرفتند، شکنجه کردند، ولی به هر حال نجات پیدا کرد و اکنون در میان ماست. این خانم محترم که این شانس رو به من دادن تا با ایشون صحبت بکنم، بسیار بسیار نسبت به من انتقاد داشتند و ایراد می گرفتند بسیار شدید و می گفتند که شما چرا به حال سرسپرده سبز ها شدید، شما چرا کراوات سبز می زنید، چرا انگشترتون نگینش سبزه، چرا به فکر مردم نیستید و چرا در حال از نظام سلطنت و پادشاهی دفاع نمی کنید، چرا شبکه جهانی اندیشه رو تبدیل کردید به مرکز حضور تمام این عین جملات این بانوی محترم هست، توده‌ای ها، چپ ها، خرابکار ها، مزدوران جمهوری اسلامی و تا دلتون بخواد ادامه داشت. با ایشون صحبت کردم و آخر کار ضمن تشکر از اینکه به من شانس دادن با ایشون صحبت بکنم به ایشون گفتم که برای اینکه خیالتون راحت باشه اولا از خودتون دعوت میکنم که تشریف بیارید و همین حرفا رو جلوی دوربین بزنید. دلایلی داشتن و محضوریت هایی که نیان مقابل دوربین و این معذوریت ها رو من میتونم کاملا بفهمم، ولی با صداقت حرفشون رو میزدن و این رو باور داشتند. اما واقعیت امر اینچنین نیست. در شبکه جهانی اندیشه هر کس که حرفی برای زدن داشته باشه جایی پیدا میکنه تا نقطه نظر خودش رو در برنامه مطرح بکنه. در این شبکه از آقای دکتر منوچهر گنجی وزیر سابق آموزش و پرورش در ایران، یکی از رجال خوشنام سیاسی گذشته ایران برنامه تلویزیونی داره، تا آقای اکبر گنجی، از گنجی تا گنجی، ولی تفاوت راه بسیار زیاده از نظر طرز تلقی و برداشت. ما برنامه سازانی داریم که گرایش به نظام پادشاهی دارند، ما برنامه سازانی داریم که گرایش چپ متعادل رو دارند و ما برنامه سازانی داریم اغلب که هیچ نوع گرایش سیاسی ندارند و به سابقه دانششون و آگاهیشون اونها رو دعوت میکنیم برای اجرای برنامه های تلویزیون. به همین جهت من در مقابل این دوربین خدمتتون عرض میکنم، هر کسی که فکر میکنه میخواد از دوربین تلویزیون اندیشه با رعایت ضوابطی که این تلویزیون داره و این ضوابط همون چیزایی که در برنامه ها میگذره بیاد و شرکت بکنه، میتونه بیاد شرکت بکنه، حضور پیدا بکنه، خیالش هم راحت باشه که از سوی تلویزیون اندیشه مورد حمایت هست، به شرط اینکه ضوابط کار در این تلویزیون و
و ضوابط اظهار نظر رو در این تلویزیون که چیزی جز نزاکت سیاسی نیست بتونه رعایت بکنه. بنابراین انتخابی در کار نیست. از همه بینندگان عزیز استدعا میکنم ما رو یاری بکنن در شناسایی شخصیت هایی که با نگرش اونها هماهنگ هستن و اونها رو پیشنهاد بکنن تا ازشون دعوت بکنیم یا در برنامه ها شرکت کنن یا اصولا خودشون برنامه اگر با ضوابط تلویزیون اندیشه و امکانات تلویزیون اندیشه بخونه بتوانند داشته باشن. این یک دعوت عامه و هیچ چیزی جز یک دعوت عام هم نیست. اما اینها همه باز مقارن شد با یک اتفاق جالب دیگه و اون اتفاق جالب دیگه این بود که یک شنبه گذشته شب ساعت 9 شب نشسته بودم بعد از یک روز بسیار پرکار، تلفن زنگ زد و از اون سوی تلفن یکی از برنامه سازانی که در جامعه ایرانی از شهرت کافی برخوردار هست و متعلق به جناح طرفداران نظام پادشاهی هست با من تلفنی صحبت کرد و ایشون خیلی با نزاکت همین نکته رو به من متذکر شد که آقا شما فقط از چپ ها و از دیگران دعوت میکنید، چطوره که اینجوری هست و یه مقداری نکات رو مطرح کردن، توضیح براشون دادم. البته ایشون از اون چه که در تلویزیون میگذشتم رو مورد تأیید قرار میدادن بعضی از برنامه ها رو و میگفتن که خیلی خوشحالن که این اتفاقات میافته در تلویزیون اندیشه و به خصوص به حضور یکی از برنامه سازان اشاره کردند و اینکه به هر حال حضور این برنامه ساز در تلویزیون اندیشه سبب شده است که آگاهی های زیادی رو بتوانند پیدا بکنند نسبت به نظرات این شخصیت. و من به ایشون در پایان این مکالمه که نسبتاً طولانی هم بود عرض کردم که من در اولین فرصت از شما دعوت میکنم که تشریف بیارید و در تلویزیون اندیشه در کنارتون باشیم و با هم صحبت کنیم. خانم ها، آقایان، مهمان برنامه امشب من آقای دکتر سعید سکویی هستم. خیلی خوش آمدید. درود دارم خدمتتون. خیلی ممنونم. عرض ادب و احترام خدمت بیننده های خوب برنامه های شما جناب فرزند. خب آقای سکویی، شما تلویزیون آریامهر رو تأسیس کردید، قبل از اون سالها فعالیت تلویزیونی داشتید، الان هم مثل که در تلویزیون عصر امروز برنامه دارید، درسته؟ بله. به ساقه به ترتیب این برنامه من نمیخوام که حقوق شما رو ندیده بگیرم، 5 دقیقه 6 دقیقه وقت فرصت در اختیار شماست که بحث رو باز بکنید، اون چرا که میخواید، مسئله ای رو که میخواید مطرح کنید و از اون به بعد ما با هم گفته بخواید. خواهش میکنم. در ارتباط با مطالبی که در آغاز برنامه‌تون در ارتباط با تلفنی که اون خانم محترم خدمتتون کردن، من خودم شخصا جناب فروزنده در این چند سالی که تلویزیون اندیشه داره فعالیت رسانه‌ای و سیاسی میکنه، خب نظارگر بسیاری از این برنامه ها هستم و یه مقدار در ابتدا من همین حساسیت ها رو داشتم که اکثرا نیروهای چپ، حالا انواع مختلفش و خصوصا در این یکی دو سال گذشته بیشتر کسانی که در محور اصلاح طلبان و نیروهای سبز صداشون میکنن، امید سبز این گونه مسائل بیشتر هستن و البته طول کشید یه مدت زمانی چون با دقت برنامه ها رو نظاره میکردم، خب بسیاری مسائل رو بهش پی بردم که مثالی است در زبان فارسی، در فرهنگ فارسی میگه تا مرد سخن نگفته باشد ای به هنرش در او نهفته باشد. یکی از مشخصه های شما در کار ژورنالیستیتون اینه که شخصیت های مختلف رو با ایدئولوژی ها و تفکر و اندیشه های مختلف میارید و بسیار بیطرفانه صحبتاشون رو میکنن، شما سوال های بسیار تخصصی و به نظر من خوبی رو مطرح میکنید و مجبور میشند آنچه که هست رو برجهت بهش بپردازند
و خب ما باید، من مثلا به عنوان مثال ممکن از یک شخصیت سیاسی خوشم نیاد، ولی یه مقدارش احساسیه، یه مقدارش ممکنه پروژیدیست باشه، ولی وقتی میشینیم یکی دو سه بار صحبت میکنیم میبینیم اینا در لابلای صحبتهای خودشون به مسائلی اشاره میکنن که خب گویای حقیقتهاییست که از زبان خودشون بهش پرداخته بشه، آگاهی‌های بیشتری برای مردم و اقشار مختلف جامعه میتونه آگاهی بده. حضورتون عرض کنم که پس در این صورت من رفته رفته به این نتیجه رسیدم که باید همه بیان صحبت کنند تا دید جامعه نسبت به شخصیت‌های مختلف با تفکر و اندیشه‌های مختلف بیشتر برای مردم باز بشه و مردم بتونن شفافتر مسائل رو مورد بررسی کارشناسانه قرار بدن. خیلی متشکرم که به هر حال تشریف دید و در برنامه در کنار شما هستم و با هم صحبت می‌کنیم. آقای سکوی، شما برنامه ساز خاصی هستید که شیوه کارتون با سایر برنامه سازها دارای تفاوت‌های اساسی است. البته من برنامه‌های جدید شما در شبکه عصر امروز رو به دلیل مشغلم نتونستم ببینم، ولی برنامه‌های شما رو در شبکه آریامر اغلب می‌دیدم و نگاه می‌کردم بهش. امروز بعد از این مدت فعالیت، آیا شما همون شیوه طرح مسائل و بیان رو به کار ببرید؟ آیا شما همون دلایل رو برای سقوط ایران کماکان میدونید که وجود داشته؟ شما یکی از کسانی هستید که میتونم بگم که بی‌رحمانه و گاه از نظر من گاه که بسید با تون تعرف نکنم در اغلب موارد غیر منصفانه بر به اصطلاح روشنفکران ایرانی تاختید و دلایل سقوط ایران در سال 1357 رو در عوامل مختلف این رو بیان کردید و مهمترینش نقش خیانت آمیز روشنفکران ایران گاه این واژه به کار رفته و به هر حال دولت‌های خارجی و غیر و غیره. امروز بعد از این تجربه طولانی اگر قرار باشه اساره حرف خودتون رو در این زمینه بیان بفرمایید، بر اساس همه این تجربیات چه خواهید گفت؟ حضورتون عرض کنم جناب فروزنده، شک و تردیدی نیست که هر کدوم از ما شخصیت خاص خودمون، اخلاق، خلقیات خودمون رو داریم، طرز کارمون با هم فرق میکنه، اما سوال شما بسیار به نظر من قابل تعمق و در جواب شما باید خدمتتون عرض کنم که من هنوز هم اعتقاد راسخ دارم به این امر که ما روشن فکر به معنای واقعی کلمه در کشورمون نداشتیم و بسیاری از روشن فکران ما ادای روشن فکری رو در می آوردن، به این ترتیب که حضور مبارکتون عرض کنم روشنفکران یک جامعه وظیفه‌شون هدایت مردم اون جامعه است، حالا چه سیاسی باشن، چه فرهنگی باشن، چه ادبی باشن، در هر رشته‌ای که فعالیت میکنند این وظیفه روشنفکران یک جامعه است که جامعه رو هدایت بکنه به سوی پیشرفت، ترقی، تعالی. ولی ما وقتی میشینیم تاریخ 100 سال گذشتمون یا از صدر مشروطیت به این طرف رو نگاه میکنیم، میبینیم که روشنفکران ما وقتی میشینیم کارنامه های تک تک اینها رو در رده های مختلف مورد بررسی کارشناسانه قرار میدیم، چون همشون بسیاری از این شخصیت های محترم و نازنین هنوز هستن، در قید حیات هستن، هنوز فعالیت سیاسی میکنن، عده ای هم که نقاب بر رخ خار کشیدن در بین ما نیستن ولی کارنامه هاشون هست و خوشبختانه ما در عصر تکنولوژی و اینترنت به سر میبریم، شما میتونید خیلی راحت شناسنامه سیاسی یک فرد رو مورد تجزیه و تحلیل قرار بدید ببینید. جناب فروزنده، من اعتقاد دارم ما سال 57 نیاز به انقلاب نداشتیم و
روشن فکران ما از هم، یعنی در اون زمان هر کی میخواست روشن فکر خودش رو قلم داد کنه یا در مردم خودش رو به اصطلاح نشون بده که یه روشن فکره، اولین المنت، اولین پایه های روشن فکری ضدیت با شاه، با سلطنت، با رژیم بود و هدف فقط و فقط پایین کشیدن رژیم بود. یعنی هر کی شاعر بود، نویسنده بود، سیاستمدار بود، برای اینکه نشون بده از اون دیگری عقب نیست، باید در کتابش، در نوشتش، در شعرش که به قول معروف نیشی به پادشاه و به سیستم رژیم موجود میزد. شما کارنامه روشنفکران ما رو از چپش بگیرید، از مارکسیستاش، لنینیستاش، ماویستاش، کمونیستای دیروز، مسلمون شده های امروز، اصلاح طلبان امروز، کمونیستای دیروز، همه اینا رو که نگاه بکنید ما میبینیم که ما واقعا با اینکه ادعا میکنیم تنها ملتی هستیم که بیش از هر کشوری در دنیا روشنفکر داریم، ولی من نمیدونم چگونه است با این همه روشنفکر ما سطح فرهنگمون هر روز ابتذالش بیشتر شده و خصوصا در طول این 32 سال گذشته که با ابتکار و همت همین روشنفکران در کشور ما اون انقلاب به وجود اومد، یعنی پایه‌گذارانش بودن. و نهایتا من اعتقاد دارم که، هنوز اعتقاد دارم که ما روشنفکر به معنای روشنفکری در جوامع متمدن و مترقی هیچ موقع نداشتیم. البته سرکمستنسز هست، استثناء وجود داره، ولی من کلیت رو اینجور میبینم. جناب فرزند، ببینید جناب سکوی، شما میفرمایید که ما در سال 57 نیاز به انقلاب نداشتیم و اولین شاخصه های روشنفکری مخالفت و ضدیت با شاه بود. شما یه طرحی رو از یک بخشی از جامعه ایران در اون زمان تصویر میکنید، اما این طرح کامل نیست، چرا که در مقابل جامعه روشنفکری که حالا بهش اگر فرصت بشه میپردازیم و با هم بهش نگاه میکنیم و امیدوارم به نتایجی بتونیم برسیم در این مورد، در مقابلش ما یک حاکمیتی رو در سال 1357 داشتیم، یک حاکمیت که جنبه های متضاد و خیلی خیلی متفاوتی رو شامل بود. شما نگاه میکنید در سال 1342 به زن ایرانی حق رأی داده میشه، یعنی که بگیرتش، زمینی که مبارزات کرده بوده ولی بهش داده میشه، حقی که در بسیاری از کشورهای دنیا زنها تلاش‌های فوق‌العاده زیادی برای اون کردن. اما در کنار همین این نگاه میکنید که از سال 1332 به بعد پادشاه ایران که در فاصله سال 1320 تا 1332 از یک محبوبیت اجتماعی فوق العاده زیادی برخوردار بود، در مقابل اون چه که در 28 مرداد اتفاق افتاد و بازگشت ایشون به قدرت، تمام روشنفکران و تمام سیاست پیشگان ایران رو تحت فشار قرار میدن، اغلب اونها که حرکتی بکنن به زندان میافتن، ولی در مقابل همین پادشاه سبب توسعه مدارس دینی میشه و در واقع اساس نیروی مذهبی انقلاب در فاصله 25 سال با حمایت کامل سیستم شکل میگیره. در این انتخاب و گزینش روشنفکران ما نقش نداشتند. آقای سکویی، جناب فروزنده، من از نکته سنجی شما و انتخاب برگهایی از تاریخ معاصرمون هوشیاریتون قدردانی میکنم، اما برعکس عقیده شما به نظر من اتفاقا روشنفکران ما بسیار در این امر دست داشتن. برخلاف نظر شما این شخص پادشاه نبود که در طول اون مدت زمان 20-25 سال
در توسعه مذهب و اسلام و مسجد و این گونه مسائل که حضرت عالی اشاره کردین سعی و کوشش کرد. ما باید در نظر بگیریم ما یک حزبی داشتیم مثل حزب توده که دستش تو کاسه KGB و این روسا بود. اکثر روشنفکران ما در اون زمان توده‌ای ها بودند و خب ما هممون میدونیم که این حزب، حالا من نمیخوام واژه خیانت رو شما زیاد دوست ندارید و منم نمیخوام به کار ببرم، اما از یک طرف خطر کمونیست کشور ما رو بسیار تهدید میکرد و پادشاه هم در مقام به اصطلاح رهبری کشور سیاست مداری بود به نظر من برجسته و میبایست یک تعادلی رو حفظ میکرد بین به اصطلاح توطئه ها و دسیسه های همسایه شمالی ما روسیه و اون حزبی که به اصطلاح در ایران شناسنامه فارسی داشتن اما تمام هدفشون به اصطلاح خدمت به همسایه شمالی ما بود. پس ما اگر ایشون یه مقداری به مذهبیون و اسلامیون پا نمیداد، باور بفرمایید کشور ما رو خیلی راحت اونا خورده بودن برده بودن. دکتر سکویی، بعد از سال 1332 حزب توده، من نمیگم که ریشه‌کن شد ولی متلاشی شد، رفتن زیر زمین، یعنی تعداد زیادی از اونها، البته این تعداد به هیچ وجه قابل مقایسه با بعد از انقلاب نیست، تعداد زیادی از اونها سرانشون، اونهایی که فرار نکردن از ایران، اعدام شدن و رفتن پای فعالیت های زیرزمینی. این ارتباطی با اعتقادات پادشاه ایران نداشت. پادشاه ایران اگر در سال دو بار به حضرت رضا نمی رفت اصلا مسئله داشت و خودش رو کمربسته حضرت رضا می دونست. یعنی پادشاه ایران یک نمونه تناقض و تضاد تاریخی در ایران بود. یعنی چی؟ از یک سو اولین و تنها پادشاه ایران بود که در کشور مترقی مثل سوئیس سرویت شده بود، ذاتاً به دنبال نوعی دموکراسی بود، این رو فهمیده بود، و سوی دیگه آدم کاملا مذهبی بود و با اعتقادات وسیع مذهبی. شما نمیتونید این رو ندیده بگیرید که آستان قدس رضوی در پناه حمایت‌های ایشون به صورت مهمترین نهاد اقتصادی غیر دولتی ایران در اومد و از سال 32 به بعد در هر محله، حتما در محله که شما بچگیتون رو گذروندید بوده، منم بچگیمو گذروندم، حتما یه مدرسه اسلامی سر کوچه ها بود. من در سازمان برنامه بودم و اونجا این کدای بودجه‌ای بود، بودجه های مختلف که از طریق سازمان اوقاف یا بودجه دفتر نخست وزیر برای طلاب قم می رفت، اینها همه حمایت های دولت بود. آیا اینا بود یا نه؟ حسین مبارک جون، عرض کنم که اتفاقا من هم در دوران دانشجوییم در اداره آمارهای اقتصادی بانک مرکزی کار میکردم و یکی از کارهایی که ما میکردیم تهیه آمار بود. وزارت برنامه ریزی شما رد دارایی بودیم؟ نه، وزارت سازمان برنامه. دو سه سازمان مختلف آمارها رو بیرون میدادن از اشکال مختلف که بتونن ترکیبهای مختلف رو در بیارن. ببینید جناب فروزنده، ما اگر یک بود سیاسی مسئله رو بخوایم نادیده بگیریم و اون نفوذ کشورهای خارجی در سیاستهای کشورمون بوده، حالا شما میتونید این رو از دوران قاجاریه، نمیخوایم دور بریم زیاد، از مثلا آخرین پادشاه قاجار از احمدشاه بیاییم به این ور، مثلا نقش آقای فروغی در عنوان مثلا سه دوره کابینه رضا شاه، محمد رضا شاه، این صحبت ها. ببینید نقش انگلستان به عنوان یک اهرام در حفظ مذهب و به اصطلاح نگه داشتن این تازیانه خرافه و خرافه گرایی بیش از صد و خورده ساله تو کشور ما بوده. پادشاه ایران به نظر من بسیار در اون فشاری که قرار داشت از یک طرف از همسایه شمالیمون، از اون طرف انگلستان، از اون بر آمریکا و این گونه مسائل،
میاد یه پادشاه در عرض 37 سال آنچنان تحولی در جامعه ایجاد میکنه، از یک طرف باید حواسش به توده‌ها و روس‌ها باشه، از یک طرف باید حواسش به انگلیس‌ها باشه، از یک طرف حواسش باید به آمریکایی‌ها باشه، از یک طرف باید جوابگوی این ابرقدرت‌ها باشه، از یک طرف باید منافع مردمش رو حفظ کنه. و ما میبینیم که جناب فروزنده، من فکر نمی‌کنم هیچ آدم عاقل و بالغی این 32 سال گذشته رو بیاد با اون 37 سال یا 57 سال گذشته مقایسه کنه و به این مسئله نخواد اعتراف بکنه که اصلا قابل به اصطلاح مقایسه نیست دورانی که محمد رضا شاه برای اینا فرق کرد. برای اینکه وقت مسئله انگلستان میخوام بگم در نکته برسون بعد از ببینید، اجازه بدید که اصلا مقایسه دوران پادشاهی رو با امروز از دایره بحث مخارج کنید. چرا؟ به دلیل اینکه در 32 سال گذشته ما با فاجعه‌ای مواجه هستیم که با هیچ دوره‌ای در طول 2300 سال گذشته قابل مقایسه نیست. یعنی نه به خاطر تطهیر اینها، به هیچ وجه. بنده در با شما در زمینه مسائلی که مطرح میکنید در زمینه 32 سال گذشته هیچ گونه تفاوت نظری ندارم. ممکنه سلیقه‌مون در عبارات کلمات نوع تحلیل متفاوت باشه، ولی در این که کشور ما گرفتار یه طاعون شده، من با شما حلقی دارم. هیچ فرقی هم بین یه چیزایی اتفاق افتاده در کشور ما، جنبه‌های مثبتی اتفاق افتاده، ولی در مقابل بلایی که بر سر کشور ما آمده باید دید این بازی رو دید بلنس کجاست که بلنس نداره. پس این با این در این مورد با هم تفاوت نداره. ما نفر فقط برسیم به اونجایی که اون رو روشن بکنیم که چرا ما به این فاجعه رسیدیم. دقیقاً چرا به فروزنده، ببینید یک مسئله ای که ما چرا به این فاجعه رسیدیم، به نظر من مسئله مهمش مشکلات و معضلات فرهنگی ماست. ما آدم های قدر ناشناسی هستیم. ما فرجه هایی که تو زندگیمون پیش میاد، ارزش هایی رو که باید قدردانی کنیم، در موقع مختزین بلد نیستیم این کار رو بکنیم. ما خیلی زود به قولی معروف فراموش میکنیم کی بودیم کجا بودیم. روشن فکران ما در زمان محمد رضا شاه آریامهر توقع سوئد و سوئیس و نروژ و دانمارک رو داشتن، در حالی که ما درک نمی کنن که در زمان پدر محمد رضا شاه، رضا شاه کبیر، اکثر این روشن فکرها پدرانشون شناسنامه هم نداشتن و ما از کجا به کجا رسیدیم. علت این که من مقایسه میکنم اون دوران و با این دوران، برای اینکه 90% روشنفکران ما، اندیشمندان ما، نخبگان سیاسی ما برای زمین زدن اون رژیم زیر عبای خمینی رفتن، زیر درخت سیب دستش رو بوسیدن. جناب دکتر سکری، در این که در سال 1357 یک اتفاق فاجعه بار در کشور ما به نام انقلاب اتفاق افتاد و ما امروز در واقع این عقب موندگی رو کاملا حس میکنیم، برای روشنفکران ایران هم تا حدودی در این مسئله نقش داشتن، در این که نمیشه انکارش کرد، ولی چرا چنین شد؟ این همش نیست. از سال 1332 تا 1357 پادشاه ایران فرصت‌های متفاوتی رو در اختیار داشت. از 1342 تا 1357 دوران طلایی سلطنت محمد رضا شاه پهلوی است. او کاملا بر سریر قدرت نشسته، حتی 15 خرداد سرکوب شد، جامعه در اختیارش است، با حقوقی که به زنان عطا کرد و همینطور اقدامات اصلاحی مواد مختلفی که انجام داد، تونست بخشهایی از جامعه شهری و روستایی ایران رو به طرف خودش بیاره. بخش عمده جامعه روستایی ایران، اگرچه این که نتیجه طبیعی اصلاحات ارضی در بعضی از روستاها به نفع مردم نبود، ولی اصلاحات ارضی به طور کلی امر درست و قابل
تأملی هست که اتفاق افتاد، بخش جامعه روستایی ایران تا سال 1357 عمدتاً مخالفین شاه نبود. من در سال 1358 وقتی برای یکی از دوره‌های فوق لیسانسم به روستاهای بندر پهلوی یا انزلی رفتم، هنوز عکس‌های شاه بر سر پیشخون خونه‌های روستایی بود. هنوز هم هست در بسیاری روستا بود. بنابراین این بخش از جامعه بود. جامعه زنان ایران اگرچه متوجه نشد در اون موقع، ولی به هر حال آزادی‌هایی رو که بهش رسیده بود نمیتونست انکار کنه. خب اینا بود. ولی چرا این اتفاق افتاد؟ فقط به یک علت عمده. پادشاه در گذشته ایران روانش روشاد، به همه چیز اعتقاد داشت به جز آزادی سیاسی. مردم رو شایسته یا آماده آزادی سیاسی نمیدونست، در حالی که 1342 تا 1357 اگر فضای سیاسی باز شده بود به احتمال قوی امروز من شما اینجا با هم صحبت داریم. من اختلاف نظر دارم با حضرت عالی. من ببینید جناب فروزنده، به نظر من یکی از دلایل استمرار و ماندگاری رژیم اسلامی در 32 سال گذشته با تمام جنایات وحشتناکی که انجام داده، چون این رژیم به نظر من فاشیستر از دوران موسولینی، جنایتکارتر از دوران هیتلر، استالین هستش. علت ماندگاری این رژیم در طول 32 سال گذشته به نظر من درایت و فراست و هوشیاری و فراست و هوشیاری و سیاستمداری رهبرانش نیست. ماندگاری رژیم رو من بیشتر در همان شخصیت ها، همون روشنفکران، همون اندیشمندان، همون روشنفکرانی میبینم که بعد از دستبوسی خمینی به خارج از کشور که مجبور شدن این رژیم تحویلشون نگرفت چون گول به قول خودشون خورده بودن یا انقلابشون رو دزدیده بودن، به خارج از کشور که اومدن و در سراسر دنیا که پخش شدن، البته کمونیستای ما، نیروهای چپ ما که دائما هنوز که هنوزه صحبت از امپریالیست آمریکا مثل بسم الله الرحمن الرحیم مسلمان هاست، اکثرا هم در همین آمریکا و اروپا در مهد تمدن دنیا زندگی میکنند، هیچ کدومشون هم لهستان و چکسلواکی و کوبا و کره شمالی نرفتن. اما هنوز که هنوزه شما در بسیاری، یعنی هر روز تو این وبلاگ ها، وبسایت ها، چون میدونم شخصیتی هستید که مطالعه میکنید، ساعت ها در روز میشینید، همه این مسائل رو برای اینکه آپ تو دیت باشید میرید میخونید، شما هنوز که هنوزه بسیاری از این روشنفکران که علمداران روشنفکری بودند و در صف به اصطلاح صفهای تظاهرات اون روزها بیرون میمدند، میبینید در خارج از کشور هنوز مقالاتشون، هنوز نوشته هاشون، هنوز افکارشون، اندیشهشون، جوهر قلمشون بیش از آن که نیشش به جنایات این رژیم باشه، هنوز دارن به پهلوی ها و هنوز دارن به شخص شاه و به رضا شاه کبیر و این حرفا میپردازن. شما هیچ نمیبینید این روشنفکران 90% هنوز دنبال آقای خاتمی و موسوی و کروبی و رفسنجانی و، یعنی هنوز این فرزند ناخلفی رو که اینا به وجود آوردن در جهت ماندگاریش و به اصطلاح دوا و درمانش هستن. ما اگر این روشنفکران، اندیشمندان، نخبگان سیاسی ما در خارج از کشور یه چرخی به خودشون میزدن، قبول میکردن که اونها اشتباهی در به اصطلاح برههایی از زمان در تاریخ زندگیشون کردن، میمدن و در پیشگاه مردم ایران میفتن آقا ما اشتباه کردیم، ما میتونستیم خیلی سریعتر این چرخ رو بگردونیم و به اصطلاح نتیجه برسیم. متاسفانه 80% کسانی که میگن جمهوری خواه هستن، شما کنفرانس بلدین، کنفرانس لندن، نمیدونم کنفرانس هایی که در طول این سال ها اینا جمهوری خواهان به اصطلاح انجام دادن، بیشتر خب اکثریتی ها هستن، دار و دسته آقای فرخ نگهدار هستن، طیف هایی هستن که هنوز تفکرات آقای کیانوری رو دارن، طیف هایی هستن که به اصطلاح قلم به دستن. شما تو این سایت ها میرین، همه این سایت ها برید نگاه بکنید، هنوز همینا قلم میزنن. اما شما نمیبینید اینها در یعنی به فکر سرنگونی و براندازی این نظام باشن، بیان یه راه حلی ارائه بدن. متوجه منظورم هستی؟ هنوز که هنوزه در 90% مصاحبه، من آقای اکبر گنجی میهمان برنامه شما بودن،
من نشستم با دقت این برنامه رو نگاه کردم، میخواستم ببینم ایشون چی میگه و شما هم واقعا به نظر من به عنوان یک ژورنالیست قابل سوالهایی رو مطرح کردید که ایشون بیاد. ببینید ایشون در صحبتاش میگفت از 15 خرداد 42 تا بهمن 57 تمام اعدام ها نمیدونم مسائلی که کشته شدگان در زمان حیات پادشاه و در زمان سلطنت ایشون 2400 تا بوده. ایشون میگفت بزرگترین دروغ ها رو طیف روشنفکر گفتن، بزرگ نمایی کردن تو این 32 سال. سردسته شون هم آقای آیت الله خمینی بود، گفت 250,000 نفر از 100 تا شروع شد، 120 تا 150 تا رسید به 250,000 نفر. خود آقای اکبر گنجی که سالها در وزارت اطلاعات این رژیم بوده، از کارگزاران این رژیم بوده، این حرفای آقای سازگارا وقتی میشینه بنیانگذار سپاه صحبت میکنن در وی او ای در اینجا در اونجا دارن میگن ما دروغ گفتیم برای اینکه هدفمون کشیدن پایین سلسله پهلوی بود. خب اینا وجود دارن آقای فروزنده، اینها هستن. ببینید این کاری در مورد این که جامعه روشنفکری ایران مخالف بود به طور عمومی با محمد رضا شاه پهلوی وجود نداره. من در این مورد با شما اختلاف نظر ندارم. من تحلیل شما رو کامل نمیدونم، چرا که از اون سو حاکمیت موجود در ایران در ایجاد این فاجعه نقش مؤثر و تعیین کننده داشت. ببینید خاطرات علم رو باید با دقت نگاه کرد و من مطمئنم که شما حتما خوندید، با دقت هم خوندید. هنوز هم هیچ دلیل قاطعی برای اینکه این خاطرات علم نیست به دست نیومده، ممکن جناب عالی باش مخالف باشه، ولی به هر حال در خاطرات علم که شما حرکت میکنید و این شش جلد رو میخونید متوجه یه نکته میشید، یا لااقل من متوجه یه نکته شدم. پادشاه ایران مملکت رو در طول اون دوران فقط خودش به کمک علم اداره میکرد، یعنی بقیه حتی هیئت دولت وقتی یادداشتا رو نگاه میکنید و با دقت این یادداشتا تهیه شده میبینید عامل دیگری در تصمیم گیری برای پیشبرد ایران مؤثر نیست. شما روی همون کتاب دارید این نتیجه گیری رو میکنید؟ من روی یادداشت ها دارم میگم. نه میگم یعنی روی یادداشت های آقای علم این نتیجه گیری از تاریخی رو دارید میکنید؟ ببینید من روی یادداشت های علم دارم میگم که به این شکل بوده. حالا بیاییم بپذیریم این یاد داشته مال آقای علم نبوده، دست حکومت اسلامی توش بوده، مثل بسیاری از سریال هایی که حکومت اسلامی در مورد دوران پادشاه فقید و رضا شاه ساخته. شما میشینید و قشنگ میبینید که چه القول قول المنکر و البین علی المدعی. من عربی خوب نیست، من به طور علمی خواهش میکنم بفرمایید. تا زمانی که شما ثابت نتونید بکنید که بوده یا نبوده خانوم علم این یاد داشته رو در دختر علم در اختیار آقای عالی خانی قرار نداده و تا زمانی که ثابت نشود که عالی خانی دست به دروغ نویسی زده از سوی علم و تا زمانی که معلوم نشود دستخطهای موجود دستخطهای علم نیست، در هر دو صورت میشه نگاه متفاوت داشت. یعنی تا زمانی که شما نمیشه مثبت گرفت نه منفی. ببینید شما کتابایی که آقای دکتر چرا حافظه من یک دفعه رد گم کرد در مورد هویدا نوشتند، آقای عباس میلانی. عباس میلانی، شما کتاب های آقای عباس میلانی رو در ارتباط با امیر عباس هویدا بخونید، کتاب آخری که در مورد شاه نوشتن با بخونید، شما هر واژه این رو که به واژه بعد متصل میکنید، هر پیج این رو به پیج درش برز ورزی میبینید. با این که ایشون تمامو میگه از اسناد وزارت امور خارجه، از اسناد مثلا انگلستان این بر اون بر گرفته، شما کتاب هویدا رو که ایشون نوشته وقتی میخونید برز ورزی رو در این کتاب با تمام سلول های تنتون احساس میکنید.
شک و تردیدی نیست در دوران پادشاه ایران نقص بود، نقصان بود، کمبودها بود، اما ایران از نظر موقعیت سوق‌الجیشیش، از نظر موقعیت اقتصادیش، از نظر فهم و شعور فرهنگ ما مردم، به نظر من در نوع خود، جناب فروزنده من یه مطلبی رو بگم، تا 100 سال دیگه هم ایران شخصیتی مثل محمد رضا شاه رو در خودش نخواهد دید که بتونه اون مملکت رو در اون حد اداره بکنه که شخصیت‌هایی مثل فروزنده ها و شخصیت‌های دیگری بتونن با این متانت و با این سواد و تحصیلات و تجربه بشینن. من خودم یک فیلمی دیدم از شما، یکی از مصاحبه‌هایی که شاهزاده رضا پهلوی لس آنجلس تشریف داشتن، کجا بودن؟ شما هم اونجا بودین. من این عشقی رو که در شما وقتی با ایشون حرکت میکردید نسبت به ایشون احساس کردم، توجه میفرمایید چی میگم خدمتتون؟ ببینید جناب فروزنده، شک و تردیدی نیست محمد رضا شاه پهلوی آریامهر یه شخصیت ناسیونالیست و وطن پرست بود. شکی در این نیست که بسیاری از ماها در همون رژیم به دانشگاه رفتیم، تحصیلات کردیم، بسیاری مسائل رو آموختیم. حالا میگن هر کسی دیگه هم جای محمد رضا شاه بود همین امکانات رو فراهم، من باش مشکل دارم. کما اینکه شما میبینید که حرف درست نیست، برای اینکه الان میبینید محمد رضا شاه نیست ولی اینا امکانات رو تو لبنان دارن خرج میکنن. خب نه ببین، خب این دلیل اینه که اینا ایرانی نیستن. نه نه، من میخوام بهتون بگم که یعنی این حرف که هر کسی بود این اتفاقات میافتاد، نمیافتاد. دقیقا عواملی جمع میشه تا اتفاقاتی بیافته. محمد رضا شاه پهلوی هست، بعد در 20 سال آخر زندگی خودش، در 19 سال آخر زندگی خودش با یه دختر روشنفکر ایرانی ازدواج میکنه و تغییرات اساسی در دربار ایران به وجود میاد، یا دربار شکل دیگری به بخش از مسائل اجتماعی نگاه میکنه. اینا رو که اصلا نمیشه انکار کرد. به نظر من به عنوان فقط یک ایرانی ساده و معمولی با یک درک متوسط از قضایا، محمد رضا شاه پهلوی ایرانی وطن پرستی بود که وطنش رو نمیشناخت. یعنی تمام مشکل هم از همین جا ناشی میشه. ببینید شما روتونی که روانشناختی مردمش رو روانشناسی اجتماعی مردم رو نداشت. این رو منظور شد. میدونید سالها دور افتادن از مردم و جدا شدن از مردم او رو از مردم جدا کرده بود. اندیشه های خیلی خوبی داشت، از نظر اقتصادی و سیاسی کارهایی کرد که بسیار از کارهایی که اینها کردن از نظر اقتصادی اگر اون شالوده وجود نداشت نمیتونستن شروع بکنن. اینها رو اصلا هیچ حرفی با شما نداره، همش درسته، یعنی همه رو میتونیم دونه دونه بهش بپردازیم، هم جنبه های مثبتش و هم جنبه های منفیش رو. در این حال شما توجه کنید، شما این همه بد میگید نسبت به روشن فکر ایرانی. من بد نمیگم، من انتقاد دارم. انتقادی که میفرمایید، ببینید در مرداب بلبل خوش الهان رشد نمیکنه. دقیقاً، فقط قورباغه ها هستن که قوقون میکنن. ولی مرداب رو چی ایجاد میکنه جناب فروزنده؟ بدون شک، من در اول بدون شک حاکمیت در ایجاد مرداب نقش اساسی. من با شما اختلاف نظر دارم، چون به نظر من در یک جامعه بالنده و روبه روش این روشن فکران جامعه هستند که جامعه رو بهش بالندگی بیشتر و رشد بیشتری میدن. روشن فکری که بخواد بشینه حاکمیت جامعه رو براش تصویر کنه یا به جلو ببره، به نظر من اون مملکت، اون جامعه، اون کشور عقب افتاده است. ولی اینو قبول دارین شما؟ ولی شما در آب زلال یک ماهی قرمز رو کشتن قشنگ زندگی میکنه، ولی توی مرداب شما درست میگی. ببینید دکتر سر، یک نکته هست و اون نکته بسیار بسیار ظریفه. از سال 1132 به بعد این تنها عوامل حزب توده نبودن که به زندان رفتند. هر کسی که کوچکترین صلای مخالفتی سر میداد دوچار یک سری محرومیت های اجتماعی میشد. فوری اینو مقایسه نکنید با این دوران. نه به
انها مختلف آدم ها یه دوری زیر محرومیت های شدید قرار گرفتن، به زندان افتادن. البته هیچ وقت تعداد اعدام ها اصلا قابل مقایسه نبود، بسیار محدود بود. حتی وقتی که شاه رو مورد سوء قصد قرار دادن، فقط دو نفر اگر اشتباه نکنم اعدام شدن و بقیه بعد از یه مدتی از زندان بیرون اومدن و بعدن هم کار گرفتن، زندگی های خوب هم پیدا کردن. مثلا آقای نیک ها و نیک ها حالا مشهورترین نشونه، تعداد زیاد دیگری هم بودن. خب اما این محرومیت های اجتماعی مانع از رشد سیاسی مردم میشد. ما مجلس نداشتیم، در واقع مجلسی که فقط به ستایش اقدامات داهیان شاه بر بخیزه، این مجلس نیست. مجلسی که منتقد حاکمیت نداشته باشه مجلس نیست. میدونید تمام اینها سبب شد در سال 1355 که شاه رسید به اونجایی که دوران هویدا به پایان رسید و آقای آموزگار آمد 54-55 و این شروع شد. و وقتی ما رسیدیم به اون دوره بحران، ایران از رجال سیاسی خردمندی که کارآزموده باشند تهی بود. درسته. اطرافیان شاه در دوران هویدا و بعدش تقریبا میشه گفت افرادی شده بودند که بیشتر تکنوکرات بودند تا سیاستمدار، و فرصت حرف زدن برای اینها کمتر بود. بود یا نبود؟ جناب فروزنده، من با تمام ذرات وجودم منطق شما رو حس می کنم، درک می کنم. من اعتقاد دارم از زمان رضا شاه یه ذره به عقب برگردیم. خب می دونید که ایشون یک سری از هموطنان ما رو به خارج از کشور فرستادن، مثل آقای مهدی بازرگان و امثال هم رو برای تحصیلات. در زمان محمد رضا شاه خب عده بیشماری با بورسای دولتی و بنیاد پهلوی و این حرفا به خارج از کشور اومدن. خیلی از این هموطنان روشن فکر و نازنین ما بعد از تحصیلات عالیه و اخذ مدارک بالا وقتی برگشتن فراموش کردن که از کجا رفته بودن و به کجا دارن برمیگردن. اگر در سوئیس تحصیل کرده بودن، اگر در پاریس در فرانسه تحصیل کرده بودن، اگر در آکادمی ها و دانشگاه های بزرگ آمریکایی تحصیل، وقتی برگشتن به ایران تصور میکردن اون چیزی که میخوان باید سوئیس باشه، سوئد باشه، نروژ باشه، دانمارک باشه، فرانسه باشه، انگلستان باشه. توقعشون زیاد شده بود. من نمیتونستن درک کنن تو چه جامعه‌ای هستن. روزی که پادشاه ایران آریامهر، به نظر من پدر ایران نوین، کشور رو تحویل گرفتن، ما میدونید کشورمون در محاصره زمان جنگ بود دیگه. سه تا کشور تو خاک کشور ما بودن. چه توقعی ما میتونیم در اون اوضاع و احوال و در اون شرایط داشته باشیم یک مرد جوانی بیاد و این کشور رو از اونجا برسونه به جایی که روزی که از ایران رفت در خارج از کشور ما ایرانی ها حتی اونقدر وفا و به قولی معروف هیچی درمون نبود که ما در خارج از کشور اجازه ندیم پادشاهمون اینجور بمیره. متوجه منظورم هستید؟ این ناسپاسی ما تو خودمون، تو فامیل خودمون، با برادر خودمون، با پدر خودمون، با رفیق خودمون، با نزدیکان خودمون داریم. ما تو فرهنگمون جناب فروزنده، امروز اگر روشن فکران چپ ما، روشن فکران از هر طبقه تودهیش، اکثریتیش، کمونیستش، اگر بیان و تو صحبتاشون یه تجلیلی از این پادشاه به خاطر کارهای مثبتش بکنن، این گردونه میچرخه. بینندگان عزیز، متاسفانه وقت برنامه من به پایان رسید. من مجددا هم از آقای دکتر سعید سکویی برای شرکت در این نوع مباحث دعوت میکنم. از شما بسیار سپاسگزارم که تشریف آوردید و امشب و در این ساعت با هم بودیم. هر جا که هستی شاد باشید. بدرود. Thank you.
یه جان.